سلام به شما. با خبر دستلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. ستایش کابل از برگزاری نشست کشورهای اسلامی در افغانستان. ذبیح الله مجاهد میگوید این نشست میتواند چالش های سیاسی حکومت کنونی با کشورهای جهان را حل بسازد. در عموم گامی بهتر و خوب است. ما استقبال میکنیم و انشالله نظران ها پذیرایی خواهد کردیم. اطمینان حکومت از مهار فعالیت های داعش در افغانستان. روسیه اما نگران. شماره از اعضای گروه حراستگن داعش که از نبردهای عراق و سوریه تجربه دارند آنجا فعالیت میکنند. ما متوجه از خطر هستیم و کفایت هم میکنیم. کشورهای بیرون نباید تشویش داشته باشیم. اشتراک تیم دختران رباتساز کشور در رقابت های جهانی در قطر. تیم دختران رباتساز کشور سه رباتشان را در یک رقابت جهانی به نمایش گذاشتند. افغانستان میرمنی د قربانی یو نظام یو بلده او هیچ خان په هیڅ کله د دوی د پرمختګ مخه ونه نیسید. کوشش کردیم برای بلند بردن نام افغانستان زحمات زیادی انجام دادیم. فرق نمی کنه در هر کجایی از جهان که باش. و کاهش واردات نفت و گاز از بندرهای آقینه و حیرتان. من بهرام امان هستم. در یک حمله مسلحانه یا مردان مسلح ناشناس در ولایت غور، احمد خان سناتور پیشین و عضو شورای ولایتی حکومت پیشین همراه با برادرزاده اش جان باخت. مقام های محلی غور میگویند که این رویداد پس از چاشت امروز در ولسوالی دولتیار هنگام رخ داد که احمد خان از مرکز ولسوالی دولتیار به سوی خانه اش در حرکت بود که در راه با کمین مردان مسلح ناشناس روبرو شد. کابل پیشنهاد وزارت خارجه ترکیه از بهر سفر برخی وزیران خارجه کشورهای اسلامی به افغانستان را می ستاید. سخنگوی امارت اسلامی گفته که نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در کابل می تواند چالش های سیاسی حکومت کنونی با کشورهای جهان را حل بسازد. این در حال است که دیروز وزیر خارجه ترکیه از سفر وزیران خارجه شمار از کشورهای اسلامی به افغانستان تا چند روز دیگر خبر داده بود. وزیر خارجه ترکیه بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری با وزیر خارجه اندونزیا از سفر برخی از وزیران خارجه کشورهای اسلامی تا چند روز دیگر به کابل خبر داد. وزیر خارجه ترکیه گفته هدف این سفر ایجاد شرایط لازم برای کمک‌های بشری به افغانستان است. با گفته او در این باره در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شماری از وزیران خارجه کشورهای اسلامی گفتگو شده بود. اکنون کابل امیدوار است که این نشست بتواند چالش های سیاسی کنونی میان افغانستان و کشورهای جهان را حل بسازد. با کدام اجندا برگزار خواهد شد؟ ولی در عموم گامی بهتر و خوب است. ما استقبال میکنیم و انشالله از آنها پذیرایی خواهد کردیم و این میتونه مسائل مشکلات سیاسی کشور که حال با ارتباط با کشورهای بیرونی داریم این را تا حد زیاد رفع بسازه. از سوی هم امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور امروز به ترکیه رفته است و قرار است با مقام های ترک دیدار کند. آقای مجاهد میگوید یکی از آجندای دیدار وی با مقام های ترک گفتگو درباره چگونگی برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در کابل خواهد بود. بعضی کشورهای اسلامی سوالات زیادی پیدا شده بعد از آمدن طالبان در قدرت. بعضی تصامیمی گرفته شده، مثلا حکومت سرپرست تا چی وقت، مشارکت دیگران چطور میشه، مثلا بسته بودن مکاتب دختران در لیسه تا چی وقت. یک گپ خوب است برای امارت اسلامی افغانستان تا بتانه که بر آینده های نزدیک در سطح جهان به رسمیت شناخته شود. در همین حال قطر نیز به ادامه همکاریش با افغانستان تاکید می‌ورزد. تا هنگامی که کشوری به نام افغانستان و مردم افغان وجود داشته باشد، ما باید به اوضاع رسیدگی کنیم. هر حکومتی که در رأس قرار داشته باشد، نباید این کشور را ترک کنیم. این گفته ها در حال ابراز می شوند که قرار است مسکو نیز در 20 اکتبر ماه جاری میلادی نشستی را درباره مسائل افغانستان میزبانی کند.
در سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گفته های اخیر رئیس جمهور روسیه گفته که تهدید داعش در افغانستان بزرگ نیست و قابل کنترل است. ذبیح الله مجاهد بار دیگر تاکید می‌ورزد که هیچ خطری از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر متوجه نخواهد بود و این کشورها نباید نگران باشند. رئیس جمهور روسیه به تازگی از فعالیت‌های گروه‌های افراطی ابراز نگرانی کرده و گفته است که داعش از عراق و سوریه فعالانه وارد افغانستان می‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس مجازی با مقام‌های ارشد استخباراتی از کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی پیشین میگوید که تندروان جنگ دیده از عراق و سوریه فعالانه وارد افغانستان میشوند. پوتین در این نشست به نظارت از مرزهای افغانستان و قبض زدن حمله‌های احتمالی داعش نیز سخن میزند. شمار از اعضای گروه حراس‌افگن داعش که از نبردهای عراق و سوریه تجربه دارند، آنجا فعالیت میکنند. ما نمیگذاریم که آنها منطقه و آسیای میانه را بی‌ثبات بسازند و یا هم فعالیت‌هایشان را توسعه بخشند. از همین رو نیاز است تا بر مرزهای افغانستان نظارت داشته و آماده به عقب راندن این جنگجویان باشیم. رئیس جمهور روسیه هشدار می‌دهد که گروه‌های حراس‌افغن شاید تلاش کنند که وارد کشورهای آسیای مرکزی نیز شوند. اما سخنگوی امارت اسلامی به تولونیوز می‌گوید که داعش تهدید بزرگ بر افغانستان نیست و این تهدید قابل کنترل است. ذبیح الله مجاهد ورود جنگجویان خارجی به افغانستان را رد می‌کند. ما متوجه از خطر هستیم و کفایت هم میکنیم. کشورهای بیرون نباید تشویش داشته باشند در این مورد. ما انشاءالله اطمینان میدیم که از خاک افغانستان به هیچ جای دیگری ما خطر را اجازه نمیدیم متوجه شویم. در افغانستان هم موضوع تهدید داعش بزرگ نیست، کنترل میشه، قابل کنترل است. مقام های حکومتی میگویند که داعش پایگاه مردمی و حضور فیزیکی در افغانستان ندارد و در یک ماه پسین ده ها حمله داعش خونسا شده است. کشورهای همسایه و منطقه هم از این گروه تشویش دارند. باید علیه این گروه به سطح منطقه در مار کردن آن به اقدام عملی و زودنگام نیاز مبرم است. تعداد از کشورهایی که داعش به اصطلاح اینقدر بزرگ نمایی میکنند، اینا اهداف دیگه دارند، وگرنه در کل زمینه فعالیت داعش در افغانستان نسبت به گذشته خیلی محدود است. پیش از این مقام های امریکایی نیز از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت کنونی این گونه گزارش ها را تبلیغات می خواند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از شرکت های هوایی PIA و کامیر می خواهد تا بهای تکت های سفر به پاکستان را کاهش دهند. این اداره هشدار می دهد که اگر این شرکت ها بهای تکت هایشان را کاهش ندهند، پروازهایشان متوقف و جواز کارشان ملغا خواهند شد. از سوی هم ساعت پس از هشدار اداره هوانوردی ملکی، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شرکت هوایی PIA پروازهایشان را به افغانستان متوقف ساختند. پس از شکایت ها از افزایش بهای بی پیشینی تکت های سفر به پاکستان از سوی شرکت هوایی PIA، اداره هوانوردی ملکی با پخش اعلامیه از شرکت های هوایی PIA و کامیر خواسته که هزینه تکت های پرواز به پاکستان را کاهش بدهند. معین عملیاتی این اداره میگوید که پس از بارها نشست با مسئولان اداره هوانوردی پاکستان، ناگزیر به گرفتن همچون تصمیم شدند. ما تصمیم گرفتیم آیت رهبری اداره هوانوردی ملکی و اطلاعات و فرهنگ با ما همکار است در این رشته که تا که قیمت ها به اندازه معین و قابل قبول ما مطابق به مصارف شرکت های هوایی تنظیم نشه، ما به این دو شرکت اجازه پرواز را بین کابل و اسلام آباد نخواهد دادیم. مسئولان اداره هوانوردی ملکی هشدار می‌دهند که اگر این شرکت‌ها بهای تکت پرواز به پاکستان را کاهش ندهند، پروازهای این شرکت‌ها متوقف و جواز کارشان ملغا خواهد شد. اگر شرکت‌ها از اصول و مقررات هوانوردی اطاعت نکنند، ما تدابیر دیگه، جریمه‌های دیگه تا به تعویق انداختن مدت طویل پروازها و حتی تا کنسل کردن جواز پروازهایشان اقدام خواهد کرد. ساعت پس از اعلام اداره هوانوردی ملکی، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شرکت PIA پروازهایش را به افغانستان به حالت تعلیق درآورده و تکت فروشی های این شرکت نیز با نصب این اعلامیه ها در کابل بسته هستند.
تنها این مشکل نیست که مردم میخواین از کشور برن و دیگه مثلا حالتایی هست که دشوار است، مریضی است و بعضی کسایی که اینجا ماندن میخواین دوباره برگردن به پاکستان، هم کشورهای دیگری. و ما از جامعه بین المللی یا هم از کشور پاکستانی تقاضا را داریم که دوباره تکت های خود ارزان کنند. ما از اداره هوانوردی خواهان ازی هستیم که قیمت تکت ها را بر ما پایین بیاره، به خاطر که یک نفر بسیار زیاد مشکل می داشته باشه در این وقت و سرشان حاکم شود، به خاطر اینکه کس توان ازی را نداره که قدر تکت بالا را بپردازه. با تلاش های مکرر نتوانستیم دیدگاه شرکت هوایی کامیر را در این باره به دست آوریم، اما مقام های این شرکت به روز سه‌شنبه به طلوع نیوز گفته بودند که پروازهایشان به پاکستان متوقف شده است. تیم دختران ربات ساز کشور سر رباتشان را در یک رقابت جهانی بر رقابت گذاشتند. با آنکه این دختران کشور را ترک کردند و در قطر به سر میبرند، اما گفتند که برای نشان دادن توانمندی های دختران افغان و جهانیان به افتخار آفرینی به افغانستان تلاش هایشان را ادامه میدهند. شور و هیجان پس از هفته ها تلاش های سخت و نفسگیر، دختران رباتساز افغان یکی از رباتهایشان را با موفقیت آزمایش می کنند. این دختران امسال برای رقابت جهانی فرست گلوبال در بخش رباتسازی سه ربات را به رقابت گذاشتند. این دختران امسال این رباتها را به دور از وطن در قطر آماده ساختند. کیفیتی که ما ساختیم تا 50 کیلومتر به هوا میره و رطوبت در جرارت و همچنین فشار از هوا به زمین میفرسته توسط وایفا. و ربات سومی هم که ساختیم طبق قوانین مسابقات نباشه که باید 4 کاره انجام بده. دختران ربات ساز با اینکه کشور را ترک کردند، اما میگویند که برای نشان دادن توانمندی های دختران افغان به جهانیان و به دست آوردن افتخار به افغانستان به تلاش هایشان ادامه میدهند. افغانستان مرمنی ده قربانی یا دزان یا بلگده او هیز خان پا هیز کلا ده دوی ده پر مختق مخا ونه نزید. زب آور نرم چی دوی ده فرصت کرلشی دوی کولشی روبات رمسته کری او دوی کولشی پشتفت کوید. کوشش کردیم برای بلند بردن نام افغانستان زحمات زیادی انجام بده. فرق نمی کنه در هر کجایی از جهان که باشیم، باز هم برای افغانستان کوشش میکنیم و زحمت میکشیم. دختران رباتساز کشور از امارت اسلامی میخواهند که بیدرنگ تمام مکتب‌های دختران را برای دانش آموزان دختر در کشور باز کنند. آرزوی ما این است که زنان و دختران افغان از تحصیل محروم نمانند و با آرزوهایی که دارند برسند. بخاطر که نیم پیکر یک جامعه را زنان و دختران تشکیل میدهند، اگر آنها از تحصیل محروم بمانند چگونه میتوانیم یک جامعه باثبات و پیشرفته داشته باشیم؟ خواست ما جامعه جهانی این است که زنان و دختران افغان را در این شرایط سخت و دشوار تنها نگذارند. رقابت‌های جهانی فرست گلوبال امسال با اشتراک تیم‌های ربات‌ساز 174 کشور به گونه آنلاین برگزار شده است و قرار است تا 20 روز دیگر نتیجه این رقابت‌ها مشخص شود. دختران ربات‌ساز افغان امیدوار هستند که امسال نیز مانند سال‌های پیش در این رقابت‌ها برای افغانستان جایزه بگیرند. رئیس اتحادیه نفت و گاز در شمال کشور میگوید که به علت کاهش دسترسی بازرگانان به پولهایشان در بانک ها واردات نفت و گاز از بندرهای آقینه و حیرتان کاهش یافته. او میافزاید که واردات نفت و گاز از بندر حیرتان 70% و از بندر آقینه 50% کاهش یافته و اگر چالش بازرگانان حل نشود آنان دست به اعتصاب کاری خواهند زد. شماری از وارد کنندگان نفت و گاز اینجا در برابر میوان بانک در بندر حیرتان گرد آمدند و از بند ماندن پولشان در این بانک انتقاد میکنند. پیسه در بانک بند مانده، دیگه پیسه نیست که مردم بر از او استفاده بکنه، مال وارد کنه. پیش از اینکه این مشکلات به وجود بیاید، فیتونتل $700 بود، فعلا است $900-$900. دیزل همچنان گاز پیش از این مشکلات قیمتش بود $600، فعلا است $830. وارد کنندگان نفت و گاز بر حل مشکلات بانکی از سوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزند و می‌افزایند که به علت نبود خدمات بانکی با زیان‌های مالی بسیاری روبرو شده. از من مشکل حل کی زکه دلته ډیر زیات کاروبار خراب شوه دی، کم تجاران چې مالونه راوړو هغه ټول اکثرا ټول قلار نه استي، زکه پیسې نشره، ټول پیسې بند دي. اگر ارز مورا
دولت نشنه و مردم اتصاب میکنه، اتصاب کاری میکنن که باز شاید دیگه بسیار یک بحران زیاد بیا که بالا رفتن مواد نفتی باعث بالا رفتن مواد نفتی میشه. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز میگوید که در دو ماه پسین به گونه میانگین از بندر حیرتان روزانه 5 واگن نفت و گاز وارد شده است، اما پیش از آن به گونه میانگین 20 واگن نفت و گاز از این بندر وارد کشور میشد. در هر برج واردات 500 الی 700 واگن داشتیم که ما برای فعلا این واردات ما تقریبا آمده به حدود 350 واگن، البته 300 واگن در ما شده، یعنی که ما در اینجا 50% تقریبا کاهش داریم. در این میان مقام های محلی بلخ از تلاش ها برای حل این موزل خبر می دهند. کوشش روانده سی مر لنور هیوادونو چخه صادرات و واردات ولرو، هم دغه سی د دې په نرخونو کې د چټېدو کارم روان ده. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې امید لرو سی د خوراکي توکو هم دغه سی د نورو توکو قیمتونه به ډیر راټیټ سی. وارد کنندگان نفت و گاز هشدار می دهند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود، بهای نفت و گاز به گونه چشمگیری افزایش خواهند یافت. امارات اسلامی یک قطعه ضربتی را برای تامین امنیت مردم و مرزهای کشور در ولایت بدخشان ایجاد کردند. شمار این نیروها به بیش از 100 تن می رسد و با لباس و جنگ افزارهای سبک سنگین پیشرفته نظامی مجهز هستند. مسئولان در بدخشان گفتند که نیروهای قطعه ضربتی بیش از 2 ماه آموزش دیدند و آماده تامین امنیت مردم و مرزهای کشور هستند. مقام های محلی در بدخشان هدف از ایجاد این قطعه ضربتی را تامین امنیت مردم و مرزها در ولایت بدخشان می‌خوانند. اردوی مقتدر و اردوی منظمی را قسمی که دیگر کشورها دارند در سطح دنیا، افغانستان می‌خواهد که یک اردوی منظم، اردوی قوی و اردوی مقتدری در سطح دنیا داشته باشد. هر کشور حق دارد که اردوی منظم و اردوی مقتدر و قوی داشته باشه، و نیز کشور افغانستان، کشور عزیز ما، نیاز داره به یک اردوی مقتدری که از مرزهای خیش بتانه دفاع بکنه. در همین حال باشندگان ولایت بدخشان از ایجاد این قطعه ضربتی استقبال می کنند. تشکیل قطعه ضربتی که با تعلیمات نظامی هم یا آموزش دیدن و مدت بعد از 2 ماه فارغ شدن، می تواند که برای تامین امنیت و همچنان تامین مرزهای افغانستان مؤثر واقع شود. بدخشان در شمال شرق افغانستان یک ولایت سرحدی است که با تاجیکستان مرز مشترک دارد. وزارت تحصیلات عالی گفته که اصلاح نصاب تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها از اولویت های کاری این وزارت است. سخنگوی امارت اسلامی گفته که این وزارت میکوشد تا دانشگاه ها بر روی دانشجویان امسال و یا سال آینده بازگشایی شوند. همزمان برخی از دانشجویان با نگرانی از بسته بودن دانشگاه ها گفتند که تاخیر در بازگشایی دانشگاه ها سبب خواهد شد تا دانشجویان انگیزه ادامه درس را از دست دهند. در اوضاعی که تصور میکرد تا حالا فارغ التحصیل شده و راه تازه‌ای را برای ادامه کارشناسی ارشد میگشاید، اما در دانشگاه برایش بسته شد. برای تسلایش گاهی کتابهایش را در خانه میگشاید و با خودش به مشق میپردازد، اما انتظار دارد که لحظه شماریش برای بازگشایی دوباره دانشگاهش به زودی پایان یابد. جمیله صنف 4 دانشکده اداره و پالیسی دانشگاه کابل است. او که همانند دیگر دانشجویان دانشگاه های دولتی نمیتواند تکنون دانشگاه برود، تلاش میکند با انجام کارهای خانه برایش سرگرمی بسازد. وقتی که دانشگاه تعطیل باشه، وقتی که ما نتانیم درس بخوانیم، وقتی که زنها اجازه یا حق کار کردن نداشته باشند، چطور توقع میره که افغانستان پیشرفت کنه؟ بسته بودن دانشگاه های دولتی و تلف شدن وقت دانشجویان هزینه سنگین و غیر قابل جبران دانسته می شود. برخی دانشجویان می گویند با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند. انتظار دارند حکومت کنونی آنان را از بی سرنوشتی به زودی بیرون کند و برای بازگشایی دوباره دانشگاه ها راهکاری بسنجد. دانشگاه دولتی هنوز در یک حرج و مرج و بی سرنوشتی به سر می برد و روح محصلین هم از روانی و معنوی
ضربه میزند دانشجویان که چشم امید یک جامعه یک دولت به اون به امید دولت به دانشجو از او با ناامید میشه و انگیزه را از دست میده. امارت اسلامی هرچند از تلاش ها برای بازگشایی دانشگاه های دولتی خبر می دهد، اما می گوید احتمال می رود در این دانشگاه ها امسال یا سال آینده برای دانشجویان گشوده شود. نیاز است که پس جبران شود، این سال به هر صورت جبران شود. بازم انشالله ما تلاش می بردیم که به میم سال و یا اگر نشود به سال آینده انشالله دانشگاه اجازه فعالیت کلی خود داشته باشد. از دیدگاه امارت اسلامی، نصاب کنونی تحصیلی نیازمند بازبینی جدی است و در بسیاری بخش های آن اولویت تحصیلی و توازن در نظر گرفته نشده است. انشاءالله ما در سمستر خزانی قرار داریم تا آغاز مثلا سال درسی را امید کلان است که چالش ها و مشکلات فرارای دانش آموزان و محصولان ما رفع شود. با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، هرچند با گذشت چند هفته درس ها در دانشگاه های خصوصی بگونه مشروط از سر گرفته شد، اما تا هنوز تصمیم نهایی در مورد بازگشایی دانشگاه های دولتی گرفته نشده است. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ادب. شب خوش.